یکی دیگر از نوشته های شهروز جویانی، سفر زخم، گرترود کلوگه، ترجمه دکتر حسین فارسیجانی، ادبیات معاصر آلمان 2، مجموعه داستانهای گرترود کلوگه 1. یادداشت ناشر: گرترود کلوگه همچون آرتور کوستلر، پل نیزان، مانس اشپربر و از نسل نویسندگانی است که آرمان اجتماعی خود را در عمل مسخ شده یافتند. گرترود کلوگه که در سه دهه نخستین سده کنونی جزو فعالین عمده سیاسی آلمان به شمار می رفت، به سال 1959 در انزوا و گمنامی چشم از جهان فرو بست. گفتنی آنکه هیچ یک از نوشته های کلوگه تا چند سالی پس از مرگش منتشر نشد. دهگانه های کلوگه که به گونه تاریخ اجتماعی آلمان است، پس از چاپ به مرور جای خود را میان خوانندگان باز کرد و منتقدان را واداشت تا نام او را در کنار نویسندگانی همچون فرانس کافکا، جیمز جویس، مارسل پروست و ویلیام فاکنر قرار دهد. انتشارات آوازه امید دارد پس از سفر زخم که نام اصلیش شجاعت‌های از دست رفته است، به مرور دیگر نوشته‌های گرترود کلوگه را منتشر سازد. زیر نظر شهروز جویانی: سفر زخم، شجاعت‌های از دست رفته، گرترود کلوگه، ترجمه دکتر حسین فارسیجانی، ویرایش یوسف باکویی، طراح و مجری روی جلد آیدین آقداشلو، چاپ اول 3000 جلد، زمستان 63، ناشر آوازه. اهریمنی که از آن بیم دارید در اثر اعمال خود شما واقعیت پیدا می کند. گوته، تراژدی اگمنت. خاکستر زخم. صدای موج بود و سفیدی کف آب دریا. ماسه ها از دور از شدت سفیدی از کف آب تمیز دادنی نبود. بوته های ساحل دیگر سبز نمی نمود، سیاه بود. آب دریا نیز در افق خاکستری می نمود. رنگ دیگری وجود نداشت، سیاه بود و سفید و رنگ‌های ساخته شده از ترکیب این دو. هوا مهالود بود. احساس کرد نفسش دارد بند می‌آید. صندلی استیل تک نفره ساخته شده از چوب گردو را جابجا کرد. احساس کرد پایه‌های صندلی در ماسه فرو می‌رود. روی پا نیم خیز شد و با دو دسته صندلی را گرفت و از ماسه بیرون کشیدش. قدری عقب‌تر رفت، اما خاربوته‌ای پایش را گزید. به پاهایش چشم دوخت. پسر بچه‌ای 10 ساله را برهنه دید. با ترس نگاهش را از پاها فرار داد. به افق چشم دوخت، اما در افق قایق بادبانی کوچکی را دید که تنها سرنشینش برای او دست تکان می داد. چهره قایق سوار برایش آشنا بود، اما هرچه فکر کرد کمتر موفق شد. سرانجام خم شد تا دوربین چشمیش را از کنار صندلی از روی ماسه ها بردارد. باز پاهای برهنه پسرکی 10 ساله را دید، اما این بار خونالود. با دوربین پاهایش را برانداز کرد که به دوری قایق روی آب بود. دوربین را به طرف دریا گرفت. ابتدا همان پاها را دید، بعد چهره مردی آشنا که برایش دست تکان می‌داد و از حرکت لبهایش می‌شد فهمید چه کلمه‌ای را ادا می‌کند. خدا حافظ آدولف. همچنان با دوربین به چهره مرد آشنایی که پاهای بچگانه‌ای داشت خیره می‌نگریست، که احساس کرد کنار گوشش صدای سوتی برخاسته. سر برگرداند، دوربین را از چشم
برداشت، اما کسی را ندید. بعد صدای سرود هورست وسل را که پسر بچه های 10 ساله آن را می خواندند شنید. پانویس: هورست وسل در تابستان 1920 هیتلر گروهی از کهنه سربازان گردن کلفت را در جوخه های بازوی قوی متشکل کرد و امیل موریس را به ریاست همه جوخه های آن منصوب ساخت. در 5 اکتبر 1921 این گروه رسماً گروه حمله نامیده شد و از این واژه است که نام SA آمده است. هورست وسل یکی از رهبران محلی SA در برلین بود. این بزرگترین شهید ناسیونال سوسیالیسم که خانواده و تحصیلات خود را رها کرده و در محله کثیفی با یک روسپی توبه کرده روزگار می‌گذراند، زندگیش وقف نازیگری بود. بسیاری می گفتند این جوان معاش خود را از راه دلالی محبت تأمین می کرد. هورست وسل در فوریه 1930 به دست چند کمونیست کشته شد و اگر سرود و اشعار و آهنگی که هورست وسل ساخته بود در کار نبود، به یقین مانند صدها قربانی دیگر طرفین درگیری های خیابانی فراموش می شد. سرود هورست وسل به زودی سرود رسمی حزب نازی و بعدها پس از سرود آلمان برتر از همه دومین سرود رسمی رایش سوم شد. هورست وسل در سایه تبلیغات ماهرانه دکتر گوبلز یکی از قهرمانان بزرگ افسانه‌ای نهضت شد و از او به عنوان یک آرمان طلب که زندگیش را در راه مرام از دست داد یاد می شد. ادامه داستان: هرچه گشت نتوانست بفهمد صدا از کجاست. نزدیک بود، از روی صندلی بلند شد تا دنبال صدا بگردد، اما گوبلن صندلی تصویر زنی آشنا بود در کنار چاهی آشنا. احساس کرد باید سرش را توی آن چاه خم کند، اما پیش از آن که بتواند به اندیشه های از هم گسستش انسجام ببخشد، این بار پشت صندلی دسته ای پسر بچه را دید که بازوبند صلیب شکسته داشتند و هر یک شیپوری کوچک به دست. احساس کرد یکی از پسر بچه های صف را می شناسد. جلو دوید، اما هرچه می دوید به آنها نمی رسید. وقتی پسر بچه های سرود خان و شیپور به دست به آب رسیدند، ابتدا جلوی آب ایستادند و از وارد شدن به دریا خودداری کردند، اما وقتی یکی از پسر بچه ها قدم پیش گذاشت و وارد آب شد، آنها هم پا به دریا نهادند. هنوز صد قدمی نرفته بودند که به جای صدای شیپور صدای قلقل آب دریا شنیده می شد. او کنار آب روی ماسه غمگین نشست و با خود گفت: به اوا چه جوابی بدم؟ من که بهش قول داده بودم پسرش رو پیدا کنم، اون که غرق شد. اما چند لحظه بعد قایقی موتوری روبرویش روی آب ظاهر شد. صدای رگبار گلوله را شنید. متوجه شد هدف گلوله ها کسی نیست جز خودش. بلا فاصله روی ماسه ها دراز کشید و سینه خیز خود را به پشت تپه های شن کشاند. در دل به خود لعنت فرستاد که چرا وقتی قایق را دید ذوق کرد و باز اسیر توهم همیشگیش شد. امید به پیاده شدن نیروهای آمریکایی. ناگهان دریافت سالهاست چنین با خود بیرو در بایستی نبوده، چنین خواسته قلبیش بی آن که در پیرایه‌ای پیچیده باشد رخ ننموده. غمی به گستردگی دریای روبرویش بر دلش چنگ انداخت. با گریه به صدای بلند گفت: میبینی کارم به کجا کشیده؟ من که کارت عضویت حزبم جزو 100 شماره اول بود، حالا به اومدن آمریکایی ها دلخوش کردم. بلا فاصله ماسه ها را با دست کنار زد و پس از ساعتی خود را در چاهکی زنده به گور کرد که خودش کنده بود. اما هرچه منتظر مرگ ماند خبری از آن نشد. هوا رو به تاریکی بود. یک کشتی قدیمی بزرگ
با پروانه بزرگش از دریا گذشت. صدای آکاردئون و سرود دست جمعی می آمد. دقت کرد. عرشه کشتی را با فانوس‌های رنگارنگ آذین بسته بودند و پیرمردها و پیرزن‌ها آوازخوانان بازو در بازوی هم می‌رقصیدند. خواست وارد مهمانی شود، راهش ندادند. پیرمردی با چهره‌ای مهربان و آشنا پیش آمد، صورتش را پیش آورد، با صدایی آرامش بخش گفت: جوان، این مهمونی مال پیراست، جای تو اینجا نیست. مگه تو توی تیم فوتبالتون منو به بازی میگیری که من تو رو توی مهمونیمون راه بدم؟ بعد دستش را تخت سینه او گذاشت و با حرکتی سریع او را به داخل آب پرتاب کرد. لحظاتی که در درون آب غوطه میخورد، با تمام وجود صدای آکاردئون را در درونش تکرار میکرد و حرکات دست و پایش را در آب با ریتم موسیقی هماهنگ می‌کرد. در دل به پیرمرد خندید، چرا که او هم با صدای آکاردئون آنها می‌رقصید. چقدر این آهنگ را دوست داشت، چقدر این آهنگ برایش خاطر انگیز بود. این آهنگ او را سوار قطار می‌کرد، این آهنگ حرکت دست سفید و خوش ترکیب اوا بود که با تکان بدرقش می‌کرد. این آهنگ صدای خنده ها را تداعی می کرد. صدای خنده های خودش را که با صدای خنده اوا هم‌آواز شده بود. صدای نسیمی بود که در باغ‌های رنگارنگ اوا می وزید. باغ‌هایی که برای صدای اوا، برای خنده اوا، برای دست‌های اوا، برای چشم‌های اوا ساخته بودش. این رنگ‌ها برام ناشناسن. یعنی دوستشون نداری؟ چرا؟ واسه همینه که میخوام اسمشونو بدونم. لازم نیست اسمشونو پیدا کنی، خودت اسم روشون بذار. کشیش آب مقدس را به باغها با سرانگشت پاشید و با صدای بلند دعا را به زبان لاتین خواند. اوا با خنده گفت: باغها رو بعد از غسل تعمید اسم گذاری کردی؟ صدای ارگ بلند شد، اما ارگ در کلیسا نبود. روی آب شناور بود و نوازنده سفید پوشی آن را می نوا. دسته کر نوجوانان کلیسا با لباسهای سفید سرودی را می خواندند. غروب تابستان بود. ساحل پر بود از فانوس‌های رنگ و رنگ. ساحل صدای موج را و صدای آواز دست جمعی دسته کر کلیسا را در دامنش می گرفت، روی دو پایش می نشاند و شنونده ها شادمان از روز شادشان بر ماسه های نرم و خنک ساحل پا برهنه پا می کوبیدند و ماسه ها تابلوی شده بودند از رقص. اما ساحل شهر کنار ساحل نمی توانست برای همیشه خود را از شر دزدان دریایی خلاص کند و هر پای کوبی می توانست در پیش یک شبیخون داشته باشد. پسر بچه های دسته کر کلیسا با هم همزمان لباس هاشان را داشتند در می آوردند و اوریان می شدند. هر قدر آنها اوریان تر می شدند، سرودشان لطافت و ظرافتش کم می شد و کم می شد و سراخر گم شد. وقتی آنها با هم کنار ساحل به صف ایستادند و به دریا شاشیدند، ارگ شناور در دریا غرق شد. فانوس‌های کایک گر گرفتند و سوختند و پسر بچه های اوریان در حالی که هر یک مشعلی از آتش به دست داشتند، با بازوبند صلیب شکسته سرود خانان به طرف ایستگاهی متروک به راه افتادند. اما ایستگاه را نمی شد آتش زد. کارش از سوختن گذشته بود. شعله های مشعل از دور به پیکر اژدها می مانست. فریاد کشید: زیگفرید، زیگفرید، کجایی؟ اما زیگفرید به سینه‌اش صلیبی آهنی داشت و بر یقه اونیفرمش علامت اس اس. زیگفرید شمشیرش را بیرون کشید و هایل هیتلر گویان پیشا پیش اژدها به طرف چاه هجوم برد.
نمیخواست این صحنه را ببیند. خود را به چاهک میان ماسه ها فرو برد. نفسش را در سینه حبس کرد و گفت: چرا من نمی میرم؟ من از دست این اژدها چرا خلاص نمیشم؟ تمام عتیقه هایش را فروخت و به اندازه یک اتاق سکه طلا جمع کرد. با آنها یک صندوق از فولاد خرید، قفلی ناشکستنی برایش خرید، خود را در درون صندوق حبس کرد، در حالی که کلید قفل ناشکستنی را در جیب داشت. اما از تاریکی می ترسید، از سیاهی می ترسید. به این دلیل هم با خود شمعی به درون صندوق آهنی برده بود. شمع را روشن کرد. شمع سوخت و سوخت، ذوب شد و ذوب شد و در کف صندوق پخش شد. وقتی شمع آخرین قطره نورش را در فضای صندوق پراکند، از آن پس از دل شمع مذاب جسمی کوچک متولد شد. جان گرفت، تکان خورد، دست و پا زد، دهان گشود و خرناسه کشید و بزرگ و بزرگتر شد. همان اژدها بود، فقط کلید را با خود داشت که آن را به سوی اژدها پرتاب کرد و اژدها آن را خورد. خود را گوشه صندوق مچاله کرد، اما زیر پایش داغ شد. مایعی داغ زیر پایش را می پوشند. از این مایع بویی آشنا به مشام می رسید. دقت کرد، این بو چقدر آشناست. همیشه این بو با بوی نمور چاه همراه بوده و با چهره مهتابی اوا، و واقعا هم اینجا کنارش اوا دراز کشیده بود و دوروبرش دیوارهای چاه بودند. در دل فریاد کشید: نه نه نه. و چاه هم نه را منعکس کرد، تکرار کرد آنقدر که گوشش پر شد از نه. خواست از چاه بگریزد، پایش به جسمی سخت خورد، خم شد، جسم را از میان خون بیرون کشید و با پیراهن پاکش کرد. یک کاپ بلوری الماس تراش با یک پانل از تصویر اوا یکه خورد. کاپ را رها کرد، کاپ به سطح خون خورد و قطرات خون به دیوارهای چاه پاشیده شد. خود را از چاه بالا کشید، اما به کمک یک سیم پیانو. وقتی داشت از چاه بیرون می آمد، آسمان رعد و برق زد و باران گرفت. اما این باران چرا گرم بود؟ کف دست را باز کرد، قطره باران داغ بران نشست. آن را مزه کرد که مزه شور خون را داشت. بالا سرش را نگاه کرد. با سیم پیانو مردی حلق‌آویز شده بود و از نقاط مختلف پیکر مرد خون فوران می‌زد. چهره مرد را نگاه کرد. نگاهش به نگاه کسی می‌مانست که گمشده ای را یافته. اما این مرد که خودش بود. ناگهان صدای شکستن، فرو ریختن گوشش را پر کرد. چشمهایش تنها فضایی روشن را وحشت زده نگاه می‌کردند. عرق سردی بر پیشانیش و تمام تنش نشسته بود. از جا بلند شد، کنار تخت خرده های یک تنگ شکسته آب را دید. یادش آمد کجاست و یادش آمد که این بار اولش نیست دچار چنین کابوسی می شود. بلند شد و روی تخت نشست. بلا فاصله یاد کاپ افتاد. با لباس خواب از جا جست، در اتاق خواب را باز کرد، وارد اتاق پذیرایی شد، از پله ها پایین رفت، در راه رو پیچید، دستگیره در مغازه را پیچاند، وارد مغازه شد، مستقیم عرض مغازه را طی کرد. جلوی قفسه ایستاد، به یک طبقهش چشم دوخت، عتیقه هایی را که در آن طبقه بود یک به یک از نظر گذراند. بعد آه از نهادش برآمد. باز یکی از اجناس گرانبهایش گم شده بود. سراغ دفترش رفت. از توی کشوی میزش دفتر شماره گذاری شده ی اجناس موجود را ورق زد و دید در دفتر کاپ به کسی فروخته نشده. گویی نیرویش تمام شده بود، نتوانست آنجا بماند. غم زده از مغازه بیرون آمد و پله ها را با سستی بالا رفت. سالن پذیرایی را طی کرد، وارد اتاق خواب شد. وقتی روی تخت دراز کشید میلرزید. دندانهایش از شدت لرزه به هم میخورد. اتاق خواب را صدای دندانهای او پر کرده بود. میلاد زخم. صدای زنگوله در او را به خود آورد. از جا برخاست. پشتش به در بود.
با واهمه از جا برخاست. روبروی خود مردی با چشمهای هراسان دید. چهرش یادآور کوهستانی بود که قله‌اش روز به روز کوتاه‌تر می‌شود. آن که روبرویش بود غریبه نبود. این را چند لحظه بعد به خاطر آورد. تصویر خودش بر آینه بود. دستی بر پیشانیش کشید و دید که دستش از عرق پیشانیش تر شده. به خوبی ضربان قلبش را می شنید و نفس نفس زدنش را احساس می کرد. دست در جیب کت کرد و دستمالش را بیرون کشید و عرق صورتش را خشکاند. اما گوشه دستمال اول اسم او را دید. بلافاصله دستمال را با سلیقه تا کرد و در جیبش گذاشت. صدای پای مردی را در نزدیکی خود شنید. صدای پوتین بود. اول چکمه های براقی دید. سپس اونیفرم خوشدوخت و اتو زده ای با آرم اس اس به روی یقه نیمتنه. بعد نگاهی آبی و لبخندی در چهره مهتابی از روی ادب. او را می شناخت. یکی از مشتری هایش بود. یکی از مشتری هایی که اجناس عتیقه بسیار گران قیمت را می خرید. اجناسی که قیمتشان حقوق 10 سال این افسر بود. پانویس استند درتن فهرر درجه در اس اس معادل سرهنگ. ادامه داستان. بر خود مسلط شد. لبخند یک فروشنده را به چهرهش راه داد. قدش را راست کرد و با قدمهایی شمرده و دستی دراز شده به سوی افسر به راه افتاد. سلام. هر دو به هم دست دادند. سلام. امیدوارم بد موقعی نیومده باشم. خواهش می‌کنم، لطف کردی. می‌خواستم بدونم یک جعبه جواهرات آنتیک داری؟ هدیه‌ای برای یک خانم زیبا. مرد عتیق فروش لبخندی زد و نگاهش را به نگاه افسر دوخت و صمیمانه تر از پیش و آهسته با لبخندی شیطنت آمیز گفت: ممکنه بدونم خانم چه تیپی هستن؟ افسر نفسی تازه کرد، سینه‌اش را جلو داد، قدری به حالت خبردار ایستاد، روی پنجه پا قدری خود را بالا و پایین کرد، نگاهی به قفسه های مغازه انداخت، بعد رفت کنار عتیق فروش ایستاد، دستش را روی شانهش گذاشت و از پهلو او را به خود فشرد و گفت: یه خانوم خیلی قشنگ. عتیق فروش هم چنان در ذهنش معیارها، همان معیارهای دنیای فعلیش بود، همان اجناس گران قیمت، زیبا، اصیل و کمیاب، اما نه به کمیابی او. او منحصر به فرد بود. مگه جنس عتیقه منحصر به فرد کم داریم؟ ولی او در ارتباط با عتیق فروش منحصر به فرد بود. پس غیر از او همه چیز را در این دنیا میشد قیمت گذاری کرد. و همین دلیل پرسید: طرف چقدر میارزه؟ چقدر میخوایی خرجش کنی؟ افسر دستی بر موهای پرپشت و بورش کشید، سری تکان داد و به فکر فرو رفت. تا آن لحظه فکر نکرده بود که چقدر میتواند خرج او بکند. ناگهان افسر یاد چهره او افتاد و ساعاتی که در کنار او میگذراند. زیر لب زمزمه کرد: مصاحبت او به تمام ثروت من میارزه. مرد عتیق فروش پرسید: چیزی گفتی؟ افسر که به خود آمده بود گفت: نه. چیزی داری که من ببینم؟ من 7-8 تا جعبه جواهرات دارم، بیا ببین. و مرد را سر قفسه جعبه های جواهرات برد. اما پیش از آن که در گنجه را باز کند، چشمش به جعبه جواهراتی افتاد که زنی در حاله های نور با چهره ای رنگ رو رفته روی آن نقاشی شده. لحظه مردد ایستاد، بعد گفت: اگه به من بگید این خانم چه مشخصاتی دارن، شاید انتخابتون راحت تر بشه. افسر سری تکان داد و گفت:
من فقط میتونم بگم اون یک خانومه، خانومی که باید جلوی پاش بلند شد، متشخص و خیلی زیبا. چیز غریبیه، کمتر بیشه تمام این محسنات رو در یک زن دید. مثلا صداش از اون صداهایی که گوش همه زیر و بمهاش رو دنبال بکنه، انگار هر جمله ترکیب تازه‌ای از نوت‌هایی که هیچ وقت دوباره نواخته نمیشن. چهرهش چهره غمگین و زیبایی با اجزای روشن، چشمای آبی، دهانی پر احساس. نمیتونم بگم، نمیتونم توصیف کنم، نمیتونم منتقل کنم، اما شوری در صداش هست که مشکل میشه فراموشش کرد. یه نوع کشش و جبر آواز شنیدنی. عتیق فروش دستی به پشت افسر زد و گفت شاعر شدی؟ نکنه داخاو بودی؟ افسر سرخ شد، نگاهش را به کف مغازه دوخت. از گستاخی عتیق فروش ناراحت نشده بود. در سایه روشن ذهنش چیزی را می‌خواست پنهان کند و این جمله عتیق فروش کارش را سخت‌تر کرده بود. بعد با خود اندیشید که نباید حرف عتیق فروش را بی جواب بگذارد. با پوزخند نگاهش کرد و گفت تو نمی‌خوای بگی مثلا این جعبه جواهرات رو از کیا خریدی؟ نمی‌خوای یادت بیاری؟ عتیق فروش خندید و گفت قربان، فکر نمی کنید لازم باشه دستاتونو بشویید؟ تازگی ها صابونای خوبی به بازار اومده. افسر متوجه منظور عتیق فروش از این جمله نشد. پرسید منظورت چیه مردک؟ عتیق فروش خود را جمع جور کرد اما قافیه را نباخت. با خنده گفت قربان ناراحت نشید، منظور بدی نداشتم. تورایش اول بود که یکی از امپراتورهای روم قبل از اینکه مسیح رو به صلیب بکشن دست‌هاش رو شست. افسر خندید و نفسی تازه کرد و چند قدم از مرد عتیق فروش دور شد، در حالی که سرش را تکان می‌داد. بعد مانند یک نظامی عقب گرد کرد و به عتیق فروش چشم دوخت. سینه‌اش را صاف کرد، روی پنجه پا بالا و پایین رفت، دکمه یقه نیم‌تنه‌اش را باز کرد، بعد کلاهش را از رو به رو جلوی چشمش گرفت و در حالی که داشت به عقاب روی کلاهش نگاه می‌کرد گفت معلومه یهودی‌ها موقع فروختن عتیقه‌هاشون یه گوشه‌هایی از تاریخ رو بهت درس دادن. مرد عتیق فروش پوزخندی زد و به فکر فرو رفت. واقعاً اینطور است؟ این ماجرا رو کجا خوندم یا شنیدم؟ دید خودش خیلی دورتر از خودش ایستاده. خودش را انگار از آن دور نمی‌خواست به جا بیاورد. کسی انگار آن دور برایش داشت دست تکان می‌داد. تصویر نچندان روشنی را روی شیشه گنجه‌ها می‌دید. دقت کرد. تصویر هر چقدر هم که تار بود و مبهم اما باز می‌شد شناختش. هنوز بر چهره تصویر چین نیفتاده بود. دستی بر پیشانیش کشید، چینها را دید. افسر که متوجه سکوت بیش از اندازه عتیق فروش شده بود به شدت مضطرب شد. فکر کرد شاید زیاده از حد مرد عتیق فروش را آزرده. برای اینکه دلداریش داده باشد جلو رفت و دست بر شانهش گذاشت و گفت ناراحت نشو، ما رو گناه مشترک به هم نزدیک کرده. بعد با صدای بلند قاه قاه خندید و انقدر خندش را ادامه داد که مرد عتیق فروش هم در خنده همراهش شد. هر دو با هم با صدایی بلند می خندیدند و مجسمه های برنزی مغازه همچنان سرد و بی حرکت، بیان که جهت نگاهشان را تغییر دهند، ثابت بر جای مانده بودند. خنده انقدر ادامه یافت که اشک در چشم هر دو حلقه زد. لبها می خندیدند اما چشمها پر از اشک بود. افسر وقتی شوری اولین قطره اشک را در دهان خود احساس کرد خندهش را قطع کرد و گفت بریم دستامونو بشوییم. مرد عتیق فروش که از خنده باز مانده بود اما گریهش ادامه داشت گفت بریم دست و صورتمونو بشوییم. افسر گفت خب صابونت فکر میکنی از بدن کدوم زن ساخته شده؟ مرد عتیق فروش گفت
زنی که باید جلوی پاش بلند شد و پیشش کلاه از سر برداشت. مرد کلاه افسر را گرفت، بر سرش گذاشت، بعد از سر برداشت، کلاه به دست تعظیم کوتاهی کرد و راه دستشویی را نشان داد. توی مغازه نشسته بود و به کاپی روی میزش خیره شده بود. نگاهی به پایه فلزیش کرد که نقش برجسته‌ای از برگ مو بود. از خود پرسید ممکنه از برنز باشه که روش آب طلا داده باشن؟ تصمیم گرفت پایه آن را به یک طلاساز بدهد تا به او بگوید که از طلاست یا نه و اگر از طلاست عیارش چیست. صدای زنگوله در برخاست. نگاهی به طرف در انداخت. زنی وارد شده بود. چهرش را نتوانست ببیند. آرام از جا برخاست. پیش خود فکر کرد این زن برای خرید اومده یا برای انتخاب. چون حوصله نداشت تصمیم گرفت اگر زن زیاد بخواهد به بررسی اجناس بپردازد زود از سر بازش کند. به همین دلیل میزش را دور زد و به طرفی رفت که زن آنجا ایستاده بود و به اجناس قفسه‌ای نگاه میکرد. تا چشمش به چشم زن افتاد وارفت. از حیرت دهانش باز ماند و لحظاتی چند با همین حالت سر جا خشکش زد. زن لبخندی زد، قدری جلو آمد و گفت اصلا نمیتونستم تصور کنم که تو اینقدر باهوش باشی و بتونی هویت خودتو به این سرعت پنهون کنی. مرد که خود را داشت باز میافت بنابر غریزه‌اش تصمیم گرفت منکر همه چیز بشود. نفسی تازه کرد و لبخند یک فروشنده را به لب آورد و بدون توجه به حرفهای زن گفت میتونم کمکتون کنم؟ زن که مطمئن بود طرفش کسی نیست جز همان که دنبالش بوده با تعجب از رفتار مرد پرسید فکر میکنید برای خرید اومدم اینجا؟ خانم اینجا یه عتیق فروشیه، منم یه فروشنده یه عتیقم، میخواید من چه فکری بکنم؟ زن جلوتر آمد، زل زد به چشمهای مرد و گفت به تو حق میدم که همچنان در پی مخفی کردن هویت خودت باشی، ولی نه از هر کسی. من فکر می‌کردم تو اگه منو ببینی کلی خوشحال می‌شی. صمیمیتی که در حرف‌های زن بود مرد را واداشت به ذهنش فشار بیاورد که این زن را که به نظر آشنا می‌آمد کجا دیده و اصلاً به خاطر نیاورد. چند لحظه پیش چرا از دیدن این زن تا آن اندازه متعجب شده بود. صادقانه گفت منو میبخشید، به نظرم آشنا میایید، اما نمیدونم کجا دیدمتون. زن خنده ای از روی غم به لب آورد و گفت یعنی میخوای بگی منو به خاطر نمیاری؟ خیلی دلم میخواد یادم میومد که شما رو کجا دیدم. زن دو قدمی جلوتر آمد و انقدر به مرد نزدیک شد که گرمای تنش در فضا با گرمای تن مرد به هم می‌آمیخت. مرد احساس کرد مثل براده آهنی شده که در حوزه مغناطیسی یک آهنربا قرار گرفته. همچون هیپنوتیزم شده ای تن به قضا و قدر داده بود و مثل شکست خورده ای گفت، غمگین گفت، آهسته گفت کمکم کن تا تو رو به خاطر بیارم. زن با تعجب مرد را برانداز کرد و احساس کرد شخصیت مرد با گذشته چقدر غریب است و حتی از خود پرسید این مرد رو من میشناسم؟ زن آهسته گفت اگه میدونستی چه خطری رو به جون خریدم تا بیام پیش تو هیچ وقت خودتو به اون راه نمیزدی. مرد که احساس می‌کرد دیگر نمی‌تواند سر پا بایستد روی یکی از مبل‌های استیل که متعلق به قرن 19 بود نشست و سرش را پایین انداخت. زن ادامه داد مطمئن باش من به هیچ کس نمیگم تو کی بودی. من اصلا کاری به سیاست ندارم، خودت بهتر می‌دونی. از اولم اهل سیاست نبودم، شوهرم یه افسر اس اس، هنوز که هنوزه نمی‌دونه من یه بچه دارم. میخوای عکس پسرتو توی 4 سالگی ببینی؟ برات آوردم. مادرم عکس 10 سالگیشم داره، بناس با یه آدم مطمئن برام بفرسته.
زن کیف دستیش را باز کرد و از داخلش عکسی را بیرون کشید و جلوی چشمهای مرد گرفت. مرد وحشت زده سرش را بالا گرفت و پرسید: پسر من؟ پسر تو؟ اصلا معلوم شما چی میگید؟ سیاست؟ من کی تو حزب بودم؟ من فکر میکنم شما منو با یکی دیگه اشتباه گرفتید. زن وقتی این حالت مرد را دید پیش خود فکر کرد ترس چقدر شخصیت آدمها را عوض میکنه. این همون مردیه که من میشناختم، کسی که مثل یک کوه جلوی سختی ها میایستاد، حالا مثل یک کاه روی آب تزلزل در تمام وجودش موج میزنه. زن در دلش احساس همدردی کرد. دستی از روی نوازش به سر مرد کشید. مرد با خشونت دست زن را پس زد و عکس را از دستش خاپید و با قدم‌های سریع رفت پشت میزش نشست. نگاهی به عکس کرد. پسری روی زانوی زنی نشسته بود. چشمش به کاپ روی میز افتاد. پوزخندی زد و چشم دوخت به چشم زن که داشت می آمد طرفش و گفت: حالا فهمیدم عتیقه های منو کی می دزده. اگه از من حق و سکوت می خوای، هر چی می خوای بردار، اما برای یک بار. من نمی خوام هر روز به من تلفن بزنی یا بیای اینجا و تنمو بلرزونی تا یه چیزی بهت بدم. همه اینها مال تو، بردار و برو، اما اینو بدون که منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی. زن عشق در چشمهایش حلقه زد، چون به راحتی تشخیص میداد که مرد دیگر عقل درستی ندارد، اما احساس کرد باید جمله ای را بگوید و برود. من میخوام ترتیبی بدی که پسرمون بیاد پیش تو، منم بعضی وقتا بیام به دیدنش. شوهرم یکی از مشتریهای پروپا قرص توست. من به هوای خرید میتونم دست کم هفته یه بار هم شده پسرمونو ببینم. فقط باید پسرمونو پیدا کنی. یه مدتی از خونه زده بیرون، مادرم نتونسته پیداش کنه. تازه اون وقتها هم که پیش مادرم بود، مادرم نمیتونست ضبط و ربطش کنه. یه بار برات نامه فرستادم اما نخواستی جواب منو بدی. من فقط از تو اینو میخوام، فکراتو بکن. من زن هرمنم، هر وقت خواستی میتونی با من تماس بگیری، من میام پیشت. فقط کافیه پای تلفن بگی عتیقه‌ای که من میخواستم برام پیدا کردی. و در حالی که اشکهایش را پاک میکرد برگشت و با قدمهای سست و لرزان مغازه را ترک کرد. زخم زبان باز میکند. آن شب از دو دوست اس اسش دعوت کرده بود. هر دو سر ساعت آراسته وارد شدند. هر دو با هم همکار بودند. درجه و سابقه خدمتشان در یک رده بود. برایشان مشروب ریخت و گیلاس‌هایشان را به دست هر یک داد. طبق معمول صحبت از اجناس عتیقه شد و باز بنابر عادت صحبت به یهودی ها کشیده شد و اینکه یهودی ها بسیاری از عتیقجات اصیل را بنابر خصلت پستشان ناقص کردند یا بدلهایش را به بازار ریختند. در این حین زنگ در خانه صدا کرد. از پنجره پایین را نگاهی کرد و متوجه شد اتومبیلی متعلق به اس اس جلوی در ایستاده و سربازی دارد در می زند. برایش چون پیشبینی نشده بود قدری هراسناک جلوه کرد، اما به خود مسلط شد و با خونسردی رو به مهمانهایش کرد و گفت: مثل اینکه دنبال یکی از شما اومدن. هر دو با هم گیلاس‌هاشان را روی میز گذاشتند و از پنجره بیرون را نگاه کردند. بعد لبخند زنان گفتند: خوب، پس اومدند. هر دو با هم به طرف در راه افتادند، اما نگاهی با یکدیگر رد و بدل کردند و متوجه شدند که به دور از وقار و متانت دارند رفتار می‌کنند و چنین بروز اشتیاق به دور از شأن آنان است. در نتیجه آرام برگشتند و چنان رفتار کردند که انگار موضوعی پیش پا افتاده در پیش است و روی مبلهاشان نشستند. میزبان که متوجه تغییر حالت آن دو شده بود تا اندازه‌ای حدس زد که ممکن است داخل اتومبیل چه کسانی باشند و همچنین
دریافت که وظیفه باز کردن در به عهده‌اش گذاشته شده. از پله‌ها پایین رفت. به راهرویی رسید که به خیابان منتهی می‌شد. پایین پس از آخرین پله دری به مغازه‌اش باز می‌شد. بنابر عادت دستگیره را چرخاند و مطمئن شد که در قفل است. پس از طی چند قدم به دری که به خیابان باز می‌شد رسید. کلونهای ایمنیش را ابتدا گشود، سپس دستگیره را چرخاند. وقتی در را باز کرد، روبروی خود سربازی را دید که خبردار ایستاده با کلاهخود جنگیش. با سر سلامی کرد، بعد برای اینکه احترامش را به وضوح نشان بدهد، پاشنه پاهایش را محکم به هم کوبید و خبردار ایستاد. بعد عقب گردی کرد، البته نه به محکمی عقب گردهایی که در پادگان انجام می‌داد، و به طرف اتومبیل قدم برداشت و با چند قدم کشیده خود را به در اتومبیل رساند. دستگیره در را گرفت و در را باز کرد و خود را قدری عقب کشید تا سرنشینان اتومبیل به راحتی پیاده شوند. اول لبی با رژ سرخ دید، پالتو پوست مشکی و موهای به دقت آرایش شده، و بعد باز هم لبی سرخ و چشمهایی آرایش شده و صورتی پود زده. هیچ به چشمهایشان خیره نگاه نکرد، هیچ به راه رفتنشان توجه نکرد، هیچ به طرز پیاده شدنشان دقیق نشد. آنها یکایک سلامی گفتند و وارد راهرو شدند. بنابه عادت با دست راه پله را نشانشان داد. سرباز پس از آنکه در اتومبیل را بست، با قدم‌های سریع و بلند خود را به دم در رساند. تعظیم کوتاهی کرد. به سرباز گفت: نمی‌فرمایید بالا؟ سرباز پوزخندی زد، پوزخند با معنایی، و بی آنکه جواب منفی یا مثبتی بدهد دوباره پاشنه‌های پایش را به هم کوبید و عقب گرد کرد و به طرف اتومبیل رفت. وقتی در را بست و کلونهایش را انداخت، تازه بوی عطر را حس کرد. بنابه عادت با قدمهایی شمرده از پله ها رفت بالا و وارد خانه شد. زنها هر سه روی کاناپه نشسته بودند، بیان که پالتوهاشان را در آورده باشند، و هر سه به نقطه های نامعلومی خیره بودند. بنابر ادب جلوی ایشان ایستاد، قدری خم شد و آهسته پرسید: مشروب میل دارید؟ بعد به چشم یکایکشان چشم دوخت. تنها یکی از آن سه گفت: متشکرم. آن دو دیگر با نگاه و اشاره سر دعوتش را برای مشروب پذیرفتند. بعد به طرف بار رفت و با صدایی که همه بشنوند گفت: میتونید پالتوهاتون رو در بیارید. هر دو افسر نگاهی به هم دوختند و با اکراه از جا بلند شدند و جلوی آن سه زن ایستادند. آنها به آرامی برخاستند و پالتوهاشان را درآوردند و به ماموران اس اس سپردند. با سه گیلاس کنیاک در یک سینی نقره‌ای بسیار خوشنقش و آنتیک به طرف آنها آمد و مشروب را روی میز جلوی کاناپه گذاشت و پالتوها را از دوستان افسرش گرفت و پس از آنکه آنها را به دقت روی مبل کنار رخت‌آویز گذاشت، کشو تهدانی کمد را کشید و سه چوب رختی بیرون آورد. پالتوها را یک به یک به چوب رختی ها آویزان کرد و در کمد لباس جایشان داد. بعد در کمد را به آرامی و دقت بست. آمد روی مبلی که روبروی آن سه زن بود نشست و به گیلاسش نگاه کرد. پس از چند لحظه سکوت، بدون اینکه به یکی از مهمانهایش نگاه کند، در حالی که به پنجره خیره بود گفت: صفحه تازه‌ای برام رسیده، می‌خواید گوش کنید؟ کسی جوابی نداد. برخاست و صفحه را روی گرامافون گذاشت و آن را کوک کرد. صفحه شروع کرد به چرخیدن. به چرخیدن صفحه همچنان خیره ماند. چند لحظه بعد یادش آمد که مهمانهایش منتظر شنیدن صفحه هستند. سوزن را روی صفحه گذاشت و صدای ادیت پیاف اتاق پذیرایی را پر کرد. یکی از آنها با صدایی ظریف گفت: میشناسمش. و دیگری گفت، آن هم پس از مدتی دقت: انگار آلمانی نمیخونه. فقط صداها را میشنید، هیچ به فکرش نرسید که ببیند این صداها متعلق به کدام یک از آنهاست.
باز با قدم‌های شمرده آمد روی صندلی‌اش نشست و گیلاس مشروبش را در دست گرفت. احساس کرد لحظات سنگینی را دارد می‌گذراند، در حالی که امروز تمام وسایل یک شب خوش فراهم است، چرا باید این طور زمان به سختی بگذرد؟ به همین دلیل ساده‌ترین راه حل به نظرش رسید. از جا برخاست، به طرف بار رفت و در حالی که گیلاسش را به یک دست داشت، یک بطر کنیاک آورد و روی میز وسط گذاشت. به سرعت محتویات گیلاسش را سر کشید و آن را دوباره پر کرد و دوباره سر کشید. سومی را ریخت و تازه یادش آمد که گیلاس اول را باید بنا به ادب به سلامتی جمع نوشید. با خنده‌ای گفت: به سلامتی دوستان. و سومین گیلاس را خالی کرد. مهمانان اس‌اسش که متوجه سختی فضای مهمانی بودند، بیدرنگ راه حل میزبان را برای خوشگذراندن دریافتند و گیلاس‌هایشان را به سلامتی جمع نوشیدند. آن سه زن همچنان بدون کلامی روی کاناپه نشسته بودند. هنوز نمی‌دانستند چه باید بکنند، اما مهمانان اس‌اس با نوشیدن مشروب خود را برای شبی لذت بخش آماده می کردند. صفحه تمام شد. میزبان از جا برخاست. در حالی که به دقت به خشخش صفحه در سکوت اتاق پذیرایی گوش می داد، به طرف گرامافون رفت. سوزن را سر جایش گذاشت، صفحه را از روی گرام برداشت و در پاکت مقواییش به دقت جا داد و پس از لحظه ای درنگ صفحه ای را انتخاب کرد. صفحه را سر جایش روی گرام قرار داد، کوک گرام را تجدید کرد و سوزن را روی صفحه قرار داد. یکی از آهنگ‌های باب روز برای رقص بود. آن سه زن روی کاناپه جابجا شدند، به یکدیگر نگاه کردند، بعد با هم بلند شدند و میز را دور زدند و در فضای خالی اتاق پذیرایی شروع کردند به رقص. میزبان همچنان کنار گرام ایستاده بود و به حرکات آن سه زن به هنگام رقص نگاه می‌کرد، اما شرمی پنهان در درونش سبب شد تا نگاهش را به کف اتاق بدوزد و همچنان که به کف اتاق نگاه می کرد پای آنها را دید و جوراب هاشان را نیز. یاد چند جوراب گران قیمتی افتاد که در کمد لباسش آنها را جاسازی کرده بود. هرچه در ذهنش دنبال هدیه دهنده جوراب ها گشت، نتوانست به خاطر بیاورد که چه کسی بوده. شب از نیمه گذشته بود و اگر کسی وارد آن خانه می شد، نمی توانست باور کند که در این خانه دو افسر اس اس مهمان هستند، چرا که آنها پوتین و اونیفرمشان را در آورده بودند و با لباس زیر روی کاناپه و مبل از شدت مستی افتاده بودند. زنها دیگر جوراب نازک هم به پا نداشتند و اوریان سرگرم رقص بودند. یکی از آنها هنوز کفش پاشنه بلندش را به پا داشت. میزبان برخلاف مهمانهایش همچنان کت و شلوار و پاپیونش را بر تن داشت. با اینکه مشروب زیاد نوشیده بود، اما همچنان بر خود رفتار و گفتارش مسلط بود. با اینکه ساعتها از ورود زنها گذشته بود، اما میزبان با هیچ کدام از آنها حتی صحبت هم نکرده بود و تمام سعیش بر این بود که کمتر چشمش به چشم آنها بیفتد. حتی به اندام اوریان هیچ کدام از آن سه دقیق نشده بود، ولی می توانست حدس بزند که از اندام متناسبی برخوردارند و هر بار بر حسب اتفاق چشمش به بدن یکی از آنها می افتاد، بلا فاصله یاد آباژوری می افتاد که در گوشه ای از اتاق قرار داشت و همیشه با میزبان صحبت می کرد و می گفت چگونه گلوله را در گردن یا سرش شلیک کرده اند تا مبادا پوست بدنش سوراخ شود و از آن آباژور خوبی ساخته نشود. با اینکه دو مهمان اس اس با هر کدام از سه زن هر وقت خواسته بودند به اتاق خواب رفته بودند، اما میزبان مطلقاً تحریک نشده بود و به آن سه زن به عنوان موجوداتی که می توانند مردها را ارضا کنند نگاه نکرده بود.
احساس مبهمی در درونش در جنب و جوش بود و همین سبب می شد تا احساس گناه کند. و همین دلیل جلوی احساسش ایستاد و پرسید: من چه گناهی دارم؟ من چه نقشی می تونم در دستگیری و اسارت اونها داشته باشم؟ اما بدون اینکه جوابش را بگیرد همچنان به محکوم کردن خودش ادامه میداد. نگاهی به آن دو مرد انداخت که روی کاناپه و مبل درازکش افتاده بودند و با چشمهای مست آن سه زن را در رقص برهنهشان همراهی میکردند و گهگاه با اشارهی یکی از آنان را پیش میخواندند و پس از دستمالی کردنشان با ضربه‌ای به کپل یا رانشان امر به ادامه رقص می‌دادند. میزبان احساس کرد که می‌خواهد آنها را چشم‌های آنها را نگاه کند و ببیند الکل و موسیقی چقدر آنها را از سرنوشتشان دور ساخته. اما در خود این توان را سراغ نداشت. دوباره گیلاسش را پر کرد، آن را سر کشید، آهسته با قامتی راست از پله‌ها پایین رفت. از جیب جلیقش کلید در مغازه را درآورد، آن را باز کرد، وارد مغازه شد. از طول مغازه را تا نیمه هایش پیمود، مقابل دری ایستاد. از میان کلیدهای دست کلیدش کلیدی را انتخاب کرد، کلید را در قفل در چرخاند. در با صدای خفه‌ای باز شد، در به باقی متروک باز شد. شاخه های در هم بر همه درخت ها در نگاه اول حتی در تاریکی شب نشان می‌داد دست باغبانی سالهاست که به آنها نخورده و تیمارشان نکرده. از لابلای شاخه‌های درخت به راهش ادامه داد. پس از 20 قدمی نمای قصری قدیمی و متروک پیدا شد. قربان، این قصر متعلق به بارون فون اشتاین بود. ایشون وقتی فوت کردن چون وارثی نداشتن این قصر مدتها بلا استفاده ماند. به هر حال اینجا رو دولت به نفع خودش ضبط کرد و حالا به شما اجاره داده میشه. فکر میکنم اون سمت باغ که رو به خیابون هست میتونید مغازه‌ای بسازید، همون مغازه‌ای که میخواید. چند قدمی جلوتر رفت، مکسی کرد. با اینکه تمام تلاشش را به کار برد اما نتوانست مانع خودش بشود. با قدم‌های نچندان استوار به سمت چپ پیچید. هنوز 10 قدمی نرفته بود که آلاچیق را دید. در آلاچیق نیمکتی چوبی با چوب‌های نسبتاً پوسیده به چشم می‌خورد. کنار نیمکت چند لحظه مکس کرد. سپس دستمالش را از جیب شلوارش درآورد. نیمکت را گردگیری کرد، دستمال را به دقت روی نیمکت پهن کرد، با لطافتی آشنا روی نیمکت کنار دستمال نشست. چند لحظه بعد به طرف چاهی که سمت چپ آلاچیق قرار داشت به راه افتاد. دور چاه در حالی که حصار سنگیش را با دست لمس می کرد چرخی زد، بعد ایستاد، نگاهش را به درون چاه دوخت، بعد خم شد و گوشش را گرفت طرف چاه. منتظر صدایی بود، هرچه منتظر ماند صدایی نشنید. با غم آهی کشید، با قدمهایی نچندان استوار به طرف نیمکت برگشت و کنار دستمال نشست. ساعت جیبیش را بیرون کشید، در پوشش را بالا زد، اما در تاریکی نتوانست صفحه ساعت را ببیند. درش را بست و در جیب جلیقش فرو برد. بعد در حالی که داشت سرش را تکان می داد دستمال را از روی نیمکت برداشت، در هوا تکاند و به دقت تایش کرد. با دست اول اسم او را که روی دستمال با نخ به شکل برجسته‌ای گلدوزی شده بود لمس کرد، بعد آن را بو کشید. همچنان که دستمال را به گونه‌اش چسبانده بود به راه افتاد. چند قدمی نرفته بود که پایش به تنه سرنگون شده درختی گرفت و با صورت افتاد روی زمین. سرش به سنگی خورد، اما پیش از آن که به شدت درد فکر کند خوشحال بود که آسیب دیده. مدت ها همانطور که زمین خورده بود با صورت سر جایش ماند و تکان نخورد. برگ های خشک، شاخه های خشک و خاک زمین به بدنش سرما را منتقل کردند. دیگر احساس سرما می کرد، غلتی زد، چشم به آسمان دوخت. باز آسمان را ابر گرفته بود، اما
ماه از پشت ابر میتابید. از جا برخاست و بدون توجه به اینکه لباسهایش کثیف شده، دستمال را با ظرافت در جیب شلوارش قرار داد و به طرف در مغازه راه افتاد. وقتی وارد مغازه شد، هوای نسبتاً گرم مغازه را احساس کرد و بعد صدای انعکاس قدمهایش را بر کف مغازه شنید. در روبه باغ را بست، کلید را در قفل چرخاند و به طرف در راهرو حرکت کرد. آن در را هم به دقت بست، بعد قفل کرد و از پله ها رفت بالا. یکی از سه زن همچنان اوریان می رخصید و یکی از اس اس ها در حالی که برهنه بود، یکی دیگر از آنها را روی کاناپه بغل کرده بود. فهمید آن دو دیگر حتما در اتاق خواب هستند. بی توجه به مغازله روی کاناپه روی مبل نشست. از پنجره از پشت پرده به بیرون خیره شد و با خود عهد کرد دیگر چنین مهمانی ندهد و چنین مهمانهایی را به خانه خود راه ندهد. کسی متوجه لباس قاکالودش نشد و میزبان تنها چیزی که احساس میکرد خستگی. و همین دلیل پاهایش را روی میز دراز کرد، دکمه های جلیقه‌اش را باز کرد و چشمهایش را هم گذاشت. لحظاتی بعد خوابش گرفت. فردای مهمانی دوستان اس اسش به نهار در رستورانی دعوتش کرده بودند. لیوانهای آبجو را بعد از نهار به سلامتی یکدیگر نوشیدند و هرمن وقتی کیف پولش را از جیب بیرون آورد تا پول توی بشقابی که صورت حساب در آن بود بگذارد، از کیفش چیزی روی میز افتاد. کیف را به آرامی روی میز گذاشت و آن را برداشت. به دقت نگاهش کرد. یک عکس بود. خواست آن را در کیف پولش بگذارد که یوزف عکس را گرفت و پرسید عکس هاناست؟ هرمن با تکان سر تایید کرد. یوزف عکس را حریصانه نگاه کرد، بعد عکس را نشانش داد و با خنده گفت چه بره‌ایه، حرف نداره. زنی برهنه زیر پای هرمن و یوزف دراز کشیده بود. هرمن جفت پاهایش را روی سینه برهنه زن می فشرد و یوزف یک پایش را زیر شکم زن قرار داده بود. هر دو روی صندلی نشسته بودند و لیوانی آبجو به دست داشتند. هرمن به آرامی از صندلیش برخاست، عکس را از دست مرد عتیق فروش گرفت، با نگاهی که نشان می‌داد وداعگونه است عکس را تماشا کرد، بعد با فندک آتشش زد و در زیر سیگاری گذاشت. خواست مانع سوزاندن عکس شود، اما این خواستش را در درونش خفه کرد، چون متوجه شد دلیلی برای چنین کاری ندارد. عکس سوخت و سوخت و یوزف با تعجب هرمن را برانداز کرد و پرسید چرا این کارو کردی؟ همین یه عکسو ازش داشتیم. من لزومی نمیبینم که این عکس باشه، ممکنه بعدها برامون دردسر درست کنه. یوزف نفهمید که هرمن دارد کارش را توجیه میکند و دلیل اصلی آن را پنهان میکند، اما همین جمله برای قانع شدنش کافی بود. یوزف گفت من فکر میکردم تو خیلی آتیشت تنده، اما انگار آبی ازت گرم نمیشه. هرمن برای آنکه قدری از شدت صراحت حرف یوزف بکاهد رو به عتیق فروش کرد و گفت شاید نپسندیدیدشون. مرد همچنان داشت به تصویر زن فکر میکرد. برایش عجیب مینمود، چون این روزها تصویر آن زن را روی چند تا از کاپ‌های نفیس و گران قیمت اواخر قرن 18 دیده بود و عجیب‌تر آن که احساس می‌کرد صدای آن زن را حتی شنیده، حتی با او آشناست، اما بیش از این نمی‌توانست در آن شرایط به خود اجازه بدهد که وارد چنین موضوعی بشود. ترسی پنهان از چنین کاری بر حذرش می‌داشت. احساس می‌کرد کنجکاوی بیشتر از این درباره صاحب عکس ممکن است برایش دست کم خوف‌هایی به همراه داشته باشد. به همین دلیل رو به هرمن کرد و گفت فکر کردم دیشبیا یهودی‌ان، برای همین بود که نتونستم برم طرفشون. یوزف به سرعت گفت فقط یکیشون یهودی بود، اون دوتای دیگه لهستانی بودن، به هر حال آلمانی نبودن. هرمن با خنده گفت ما نمیتونیم زنهای نوردیک رو وادار به این کارا بکنیم. بعد یوزف گفت البته فقط برای ما، نه برای رؤسای بالادست. هرمن در حالی که با تأنی سرش را تکان میداد و لبهایش را جمع میکرد گفت
خب اونا استثنان. هرمن با اشاره گارسون را فرا خواند و پول را در بشقابی که صورت حساب در آن بود گذاشت و با اشاره به بشقاب به گارسون فهماند که پول را بردارد. گارسون با تعظیمی کوتاه بشقاب را برداشت و از میز دور شد. هرمن صندلی‌اش را عقب کشید، بلند شد و گفت: من باید زودتر برم، یه مقدار از کارام مونده. بعد در حالی که داشت کلاهش را روی سر جابجا می‌کرد، با آن دو دست داد و رفت. یوزف با نگاه هرمن را بدرقه کرد، بعد گفت: می‌خوای یه شب بیای خونه من؟ خانومم رفته پاریس، برادرش اونجاست، میخوام یه مهمونی بدم، خودمون ستا. بعد میخوام کسایی رو دعوت بکنم که تو اینقدر بی تفاوت از کنارشون نتونی بگذری. خیلی آدم باید از کار افتاده باشه که از هانا و اون دوتا دوست دیگش بگذره. به خوبی دریافته بود که منظور از هانا همان زنی است که در عکس بود. نخواست اشتیاقش را برای دیدن هانا بروز دهد و از آنجایی که فکر میکرد ممکن است موقع حرف زدن در باره این مهمانی چشمهایش این اشتیاق را بنمایاند، در نتیجه چشمهایش را بست و شمرده و تقریبا خونسرد گفت: باید امتحان کرد. یوزف بی توجه به این حالت حرفش را تایید کرد، اما با نگاهی شیطنت‌آمیز تکرار کرد: باید امتحان کرد. بعد از مکسی کوتاه ادامه داد: فقط مواظب باش سر هانا با هرمن حرفت نشه، دعوات نشه. او که همچنان چشمهایش را بسته بود و به حرفهای یوزف گوش می داد، با پوزخندی گفت: زیاد به من امیدوار نباش. یوزف انگار موضوعی مهم را کشف کرده باشد به سرعت گفت: نکنه یه کسی رو داری؟ بعد با حسرت گفت: و خیلی هم دوستش داری. وقتی کلمه دوستش داری را شنید، انگار آتشی به خرمن جانش افتاده باشد، آب دهانش را فرو داد، روی صندلی جابجا شد و آرام و آهسته همچون متهمی که بازجویش موفق شده باشد زبانش را باز کند و از او اعتراف بگیرد، با حالتی تسلیم گونه گفت: خیلی دوستش دارم، اما گمش کردم خیلی وقت پیش. یوزف پیپش را روشن کرد و پوکی محکم به آن زد. بعد در حالی که با دکمه های نیمتنش بازی می کرد گفت: فکر نمی کردم اینقدر رومانتیک باشی. باور کن بهت حسودیم میشه. چقدر خوب بود من هم مثل تو یکی رو دوست داشتم و شاید با داشتن اون و فکر به اون کارم به اینجا نمی کشید.